سلام، من محمد جمشیدی هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام چند تا بازی دیگه بهتون معرفی کنم که بازی باحال و سرگرم کننده ای هستن و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که ببینید، و اگر ویدیوهای قبلی معرفی بازی رو ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم که اونا رو هم حتما ببینید که لینکش رو توی دیسکریپشن این ویدیو قرار میدم، میتونید از طریق اون لینک برید و اون ویدیوها رو ببینید. و قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو، حتما یادتون نره که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش رو هم فعال کنید و لایک کردن ویدیو هم یادتون نره. حالا با هم بریم سراغ این ویدیو. خب بریم سراغ معرفی بازی ها، که اولین بازی که میخوام بهتون معرفی کنم Need for Speed Most Wanted هست، که این یکی از بهترین بازی های ماشینی هست که شما میتونید بازی کنید و کیفیت خیلی خوبی هم داره این بازی، که الان وارد بازی بشیم که کیفیت خوبی داره و ماشینای مختلفی هم توی بازی هست و مراحلش هم مختلفه که میتونید اونها رو بازی کنید، که الان وارد خود بازی شد و این نقشه ای هست که توی اون باید مراحل را انجام بدید، و اگر توی این قسمت بیاید شما میتونید ماشینای مختلفی که دارید رو ببینید، که حالا الان برای من همه ماشینا باز نیست ولی با رفتن مراحل شما میتونید اونها رو باز کنید. حالا بریم سراغ یکی از این مراحل. من این گزینه رو میزنم و بریم سراغ این مرحله. حالا اینجا هم کارهایی که باید انجام بدیم و امتیازی که بر اساس اون میگیریم رو نشون داده بود، و حالا اینجا باید یک ماشینی رو انتخاب کنیم که الان همین دوتا ماشین بیشتر نیست و من بین این دو ماشین همون ماشین فورد رو انتخاب میکنم و بریم سراغ بازی. اول باید این ماشین رو بخرم و حالا بریم سراغ بازی. باید صبر کنیم تا بازی اجرا بشه. A few moments later. الان وارد بازی شد، که الان باید یک مسابقه بدیم و سعی کنیم که اول بشیم، که البته توی هر مسابقه که باشه باید اول بشید، یه راهی دیگه ای نیست. و بریم سراغ بازی، که کیفیت بازی هم کیفیت خوبیه و گرافیکش هم خوبه که میتونید بازی کنید، و به نظرم یکی از بهترین بازی های ماشینی برای گوشی هست که میتونید داشته باشید. البته بازی دیگه هم هست که برای گوشی باشن و کیفیت خوبی داشته باشن، ولی خب اگر طرفدار Need for Speed هستید میتونید این بازی رو انتخاب کنید و بازی خیلی خوبیه. و حالا هم که دومیم، بریم سراغ اول نفر، که اینجا کلن خراب کردم و دوباره زد جلو، پلیس اومد خودش به من زد و آخرش خودش هم ماشینش برگشت. دوباره دوم شدیم و بریم سراغ اولین نفری که هست، و اینجا هم دوباره یک پلیس، که توی همه بازی Need for Speed این پلیس ها هستند، که ما هم پشتش گیر کردیم. دوباره سوم شدیم و همون ماشین قبلی جلو زد و بریم دوباره بگیریمش. و بدترین رانندگی که الان میتونم رو داشتم تا حالا. آره این پلیس رو هم که ردش کردیم، تا بریم دوباره برسیم به همون ماشین و ازش جلو بزنیم. بالاخره یه پیچ رو سالم رد کردم و به جایی نخوردم، که همین الان خوردم که اون پیچ رو هم سالم نباشه. و حالا این پلیس رو هم که دکش کردیم رفت، و حالا این ماشینی هم که توی راه بود دیگه از راه به درش کردیم. و حالا بریم سراغ نفر اول، که این هم اینجاست، و بریم که این رو هم رد کنیم. خب حالا دیگه اولم، اگر دیگه به جایی نخورم که متوقف بشم دیگه بازی رو بردم و تموم شد.
که مراحلش هم خیلی کوتاه نیست و مراحل نسبتا بلند داره و البته زمان مراحلش متفاوته و ماموریت هایی که باید انجام بدید متفاوته، ولی خب خیلی بازی باحالیه به نظرم که میتونه کلی سرگرمتون کنه. مراحل خیلی مختلفی داره و ماشینای مختلفی که بر اساس مراحل میتونید اونها رو باز کنید و کیفیت خوبی هم که داره. به نظرم یه بازی خیلی خوبیه و حالا اینجا یکی مراحل دیگه هم باز شد برای من که بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این بازی رو هم بازی کنید، که لینک این بازی ها رو حتما توی دیسکریپشن ویدیو براتون میذارم که اگر خواستید دانلود کنید. حالا بریم سراغ بازی بعدی. بازی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم شادو فایت 3 هست که یکی از بازی‌های خوب توی بازی‌های مبارزه‌ای هست که شما با استفاده از سلاح‌های مختلف و تکنیک‌های مختلف توی این بازی میتونید مبارزه کنید. که حالا وارد بازی بشیم و الان وارد بازی شد. حالا این جایزه‌های روزانه‌ای هست که اکثر بازی‌ها دارن، این جایزه رو هم بگیرم تا بریم سراغ خود بازی. خب بریم که اینجا هم حالا همون مبارزی هست که انتخاب کردم، که اگر توی این قسمت هم برید شما میتونید حالا سلاحتون رو یا زرهتون رو یا کلاهتون رو عوض کنید، که حالا اینجا بر اساس اونهایی که دارید میتونید اونها رو تغییر بدید و بر اساس قدرتشون هست. که اینجا هم حالا زره های مختلفی هست، حالا این قوی تر این یکی رو میذارم و سلاح هم که فعلا همین یکی رو داریم و بریم سراغ مبارزه. حالا که حالا این گزینه‌های بعدی هم که فعال نیستند و بریم سراغ مبارزه، که بریم توی این قسمت و حالا من این داستانش رو هم رد میکنم و حالا این مرحله رو میخواییم بریم که اینجا نشون میده بر اساس قدرت شما سطح مرحله چطوری هست، که حالا این مرحله با استفاده از اون قدرتی که این مبارز داره سطحش آسون میشه. و حالا بریم سراغ مبارزه، که اگر شما شادو فایت های 2 و 1 رو بازی کرده باشید اینها کامل صفحه سیاه بود، ولی خب توی شادو فایت 3 رنگی شده بازی و خب به نظرم باحالتر شده. و حالا بریم سراغ راند اول که مبارزه رو شروع کنیم. شروع شد و حالا البته ما با شمشیرمون با مشت، ولی خب البته برنده که معلومه چون هم سطحش آسونه و هم من قویم، که خیلی ساده میشه این رو شکستش داد. که این مبارزه فکر نکنم خیلی سخت باشه. و حالا یه سری قدرت های هم هست که شما میتونید توی بازی ازشون استفاده کنید، که حالا راند اول رو خیلی راحت بردم و بریم سراغ راند دوم. حالا بریم سراغ راند دوم که این راند هم خیلی ساده میشه این رو گذروند، ولی خب همه مراحل این بازی به این سادگی هم نیست. و حالا این مسابقه ای که الان این مبارزه ای که الان دارم به این راحتی شده، ولی خب مراحل سختی هم داره که باید شما این کارها رو انجام بدید. و حالا یه چند ضربه خوردیم ولی خب هیچ اشکالی نداره، زدیم زیرش. حالا انگار این راند یکم قوی تر شده، ولی خب بازم نمیتونه شکست بده منو. حالا یه ضربه پای محکم، حالا من دارم با هوا یکم مبارزه میکنم، نخورد، شانس آورد و تمام. حالا این قدرت هم فعال شده بود ولی دیگه وقتی نشد که ازش استفاده بکنم و این مسابقه تموم شد. ولی خب کیفیت خوبی داره مبارزه،
این بازی و مبارزاتی که داره و سطح‌های مختلفی از مبارزه داره که اگر به این سبک‌های بازی علاقه دارید حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این بازی رو نصب کنید و بازی کنید. که حالا بریم سراغ اینم جایزه هایی که داره به همون میده و بعد از هر مسابقه هم حالا یه سری کارت هایی هست که بهتون میده که همون سلاح ها یا زره هایی هست که شما به دست میارید که میتونید داشته باشید. که الان اینجا حالا دوباره من این داستان رو ردش کنم که حالا اینجا میتونید اگر اون چیزی که بعد از مسابقه به دست آوردید قوی تر بود رو انتخاب کنید، ولی خب بر اساس قدرت همین کلاهی که خودم دارم از قبل قوی تره. و حالا کیفیت بازی به نظر من کیفیت خوبی بود. اگر به این سبک بازی علاقه دارید بهتون حتما این بازی را پیشنهاد میکنم. بازی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم بازی برول استارز هست که این هم یک بازی هست که شما توی گروه های مختلفی تقسیم میشید و باید با هم مبارزه کنید. که الان وارد بازی بشیم و حالا این هم صفحه اول بازی هست که کاراکترهای مختلفی هم داره. تا وارد بازی بشیم، حالا به طور مثال من این کاراکتر رو انتخاب کردم، شما کاراکترهای مختلفی که داره رو میتونید انتخاب کنید، ولی خب اول باید اون کاراکترها رو به دست بیارید. اول از همه بریم سراغ بازی که الان شروع شد بازی و توی گروه های 3 نفره تقسیم میشیم و باید با هم مبارزه کنیم و سعی کنیم که حریف خودمون رو شکستش بدیم. که الان هم من مردم و دوباره باید برگردم به بازی. و خب یک بازی فانتزیه ولی خب بازی سرگرم کننده و باحالیه که میتونید شما انجام بدید، که میتونید با دوستاتون هم این بازی رو انجام بدید و به نظرم بازی باحالیه. اینجا بازی تموم شد که ما بردیم و بازی به همین صورت هست و هر بار باید بیاید و سعی کنید که حریف خودتون را شکست بدید. که بازی باحالیه و میتونید بازی کنید به صورت آنلاین و حالا کاراکترهای مختلفی هم که اینجا داره و شما توی بازی میتونید اونها رو به دست بیارید. که اگر دوست داشتید میتونید این بازی رو هم دانلود کنید و روی گوشی خودتون داشته باشید و بازی کنید. بازی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم بمب اسکواد هست که این بازی هم بازی هست که میتونید به صورت گروهی هم بازی کنید، حالا با دوستاتون یا با فامیلاتون که دور هم جمع میشید میتونید این بازی رو بازی کنید. که حالا اول از همه بریم سراغ بازی که شروع رو بزنیم و بریم سراغ بازی که مراحل مختلفی هم داره که باید انجام بدید. که حالا به طور مثال بریم سراغ این قسمت، حالا بریم که بازی رو شروع کنیم. که توی این بازی باید اینهایی که توی زمینن رو یا از اونجا بندازیمشون پایین یا این که اینها رو بکشیمشون، حالا از طریق بمب یا مشت زدن که الان با بمب هر دوشون رو نابود کردم. که به نظرم یک بازی خیلی باحال برای وقتی که دور هم جمع میشید و میخواید یک بازی رو انجام بدید، به نظرم بازی خیلی خوبیه و آخرش هم مردم. ولی وقتی که جمع میشید و بخواید این بازی رو انجام بدید به نظرم یک بازی خیلی باحاله که بهتون پیشنهاد میکنم این بازی رو هم انجام بدید. و مراحل مختلفی هم داره که اگر خواستید به صورت تکی بازی کنید میتونید اونها رو بازی کنید، ولی به نظرم اگر که چند نفره بخواید این رو بازی کنید خیلی باحال‌تر میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما یادتون نره که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش رو هم فعال کنید، لایک کردن ویدیو یادتون نره و میتونید به عنوان ویدیوهای بعدی خودتون یکی از ویدیوهایی که روی صفحه بهتون نشون میده رو انتخاب کنید. موفق باشید.